با عرض درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند و آگاهم. از وقتی که این آتش بس اعلام شد و به نظر می رسد که 1.72 ساعت دیگری نیز تمدید شود، آنچه که در خبرگزاری ها می آید و یا مفسران گوشه و کنار می نویسند، اندکی، فقط اندکی بوی امید از آن به مشام می رسد، خاصه برای ما ایرانی ها. می گویند که آقای مالکی قطعی شد رفتنش و آمریکا در حال تصمیم گیری است که بالاخره به این ماجرای خونین، غیر انسانی، وحشتناک داعش خاتمه دهد. دلیل آن را ذکر میکنن که این قضیه شیعه و سنی کم کم دارد از حالت کنترل خارج میشود، به گونه ای شده است که احتمالاً میتواند اثرگذار باشد در کشورهای اروپایی و حتی امریکا، کمان که امریکا بر اقدامات امنیت خودش در داخل کشور و خاصه در مرزها افزوده است. مسئله دیگر این است که زمزمه هایی هست که آمریکا یک جنرال خود را، جنرال جان آلن کسی است که قبل از حمله آقای بوش به عراق، به عراق سفر کرده بود و محرمانه با سران قبایل سنی گفتگو کرده بود که هنگامی که آمریکا حمله می کند شما نگران نشوید، ناراحت نشوید، آمریکا دوست شماست، همراه شماست و فقط یک دیکتاتور را برمی‌دارد و به موقعیت شما در عراق لطمه‌ای وارد نمی‌آید. خب بعد این اتفاق افتاد و عراق در دامن حکومت اسلامی سقوط کرد و قبایل سنی بدترین تبعیضات را شاهد و ناظر بودند. حالا همون جنرال جان آلن میگویند در عراق است و یا میگویند که احتمال اعزام او به عراق است، میرود با قبایل سنی صحبت کند، سخن بگوید، با آنها اطمینان دهد که آقای مالکی میرود و انتخابات آزادی انجام میگیرد و شما مجددا میتوانید وضعیتی شایسته پیدا کنید. این خبر از این نظر اهمیت دارد که همین دیروز پیشنماز زاهدان یا امام جماعت زاهدان به تهران سفر کرد. کدام امام جماعت زاهدان؟ همون که او را از برگزاری مراسم نماز عید فطر جلوگیری کردند، همون کسی که او را ممنوع الخروج کردند از ایران، همان امام جمعه ای که دائم اعتراض میکرد که این چه شرایطی است که شما به وجود آورده اید، چرا تفاوت میگذارید بین مردم ایران بابت دین و ایمانشون، به شیعیان شما فرصت های طلایی میدهید و بلوچستان دارد در فقر و گرسنگی میمیرد. ایشون را با سلام و صلوات بردن تهران. آقای رفسنجانی دبیر شورای مصلحت با آغوش باز ایشان را پذیرفته، بر سر و صورت او بوسه زده و گفته است دیگر این اختلافات شیعه و سنی را باید پایان دهیم و حکومت اسلامی تلویزیون های ماهواره محلی را که خود اجازه داده بود به کار مشغول شوند و شیعه را تبلیغ کنند، به طور ناگهانی همه برنامه های آنها را قطع کرده و اساساً مجوز داشتن تلویزیون های محلی ماهواره ای را لغو کرده است. پادشاه عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به لبنان کمک می کند و می گوید این کمک برای این است که شما با تروریست های حزب اللهی مبارزه کنید. فرانسه اعلام می کند که ما آماده ایم
برای اینکه لبنان را نجات دهیم از گروه‌های مثل داعش و حزب الله لبنان، نیروی نظامی به لبنان بفرستیم. همان گونه که آمریکا دارد مطالعه می‌کند که برای از بین بردن داعش احتمالاً از نیروی هوایی خود بهره بگیرد و اینها را در سراسر عراق از بین ببرد. وقتی که نگاه میکنید این مسائل را، میتوانید فکر کنید، میتوانید اندیشه کنید که سرانجام آمریکا به خود آمده است، سرانجام متوجه شده است که این آتشی را که آمریکا برافروخت، قبلا خدمتتون عرض کردم که به وجود آمدن داعش به دلیل اختلافاتی بود که بخشی از گروه القاعده پیدا کرده بودن و همگان میدونن که القاعده را آمریکا به وجود آورد برای مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی سابق. پس الان به نظر میرسد میتوانیم در افق سیاسی این را ببینیم که سرانجام آمریکا و همپیمانانش متوجه شدند که این آتشی را که افروختند میتواند گام به گام و قدم به قدم گریبان خود آنها را بگیرد. کمان که دیروز خدمتتون عرض کردم که گروه‌های خاصه جوانان از ملیت‌های مختلف، آمریکایی، انگلیسی، اتریشی، آلمانی و و و و رفتند و به داعش پیوستند و شانه به شانه آنها خشونت میکنند. کدامین داعش؟ داعشی که ناگهان یک تیراندازش در یک خیابان، خیابان یک شهر میستد و همه کسانی که در حال عبور و مرور هستند با گلوله از پای در میآورد. داعشی که جلوی دوربین های خودشان انسان را میخوابانند و سر از تنش جدا میکنند که حتی نگاه کردنش قوت قلب میخواهد، اعصاب پولادین میخواهد. داعشی که رفته است کوبانی ها را، آنها را که ما ایزدی ها میشناسیم و دیگران آنها را یزیدی میشناسند. چرا یزیدی میشناسند؟ چرا ایزدی را یزیدی میگویند؟ بابت اینکه آنها از اصیل ترین ایرانی ها هستند. هنوز به عرض کنم که زردشت باور دارند، هنوز آیین و رسوم زمان زردشت را اجرا می کنند. به همین دلیل به جای اینکه آنها را مثل ایرانی ها ایزدی خطاب کنند، یزیدی خطاب می کنند، یعنی هم پیمانان یزید و شمر و این حرف ها هستند. کودکان اینها را می کشد. حالا اگر پدری مادری را بکشد، یک در میلیون میتوان تصور کرد که آنها به اینها مشکوک شدن. داعشی ها به این پدر یا مادر مشکوک شدن. اما کودکان را چرا قتل عام میکنند؟ الان این ایرانی های اصیل، این ایزدی ها، این کرد های ایرانی که سالیان دراز پیش کوچ کردند و رفته اند، در بیابان‌ها پناه گرفتند و سازمان ملل متحد اعلام می‌کند که اگر به اینها نرسیم، اینها از تشنگی و گرسنگی در کوه‌هایی که پنهان شده‌اند جان خواهند برداخت. خب نمی‌توان این شرایط را در دنیا به وجود آورد و بعد دست رو دست گذاشت و نگاه کرد، مثل آقای اوباما دست به هم مالید و گفت می توانیم مشکلات را از راه دیپلماتیک حل کنیم. آیا با داعش می توان با زبان دیپلماتیک صحبت کرد؟ پس بنابراین دور از ذهن نمی آید که این جنرال جان آلن مجدداً برود و یا رفته است و با قبایل سنی صحبت کرده است که این وضع خاتمه پیدا می کند. شما خاطر جمع باشید که مالکی می رود، این بساطی که حکومت اسلامی در عراق به راه انداخته است می رود، کما اینکه خود حکومت اسلامی، خود آقای رهبر هم گفته است که دیگر در عراق آقای مالکی حتی در بین مردم شیعه نیز محبوبیت ندارد
پس بنابراین بهتر است که برود. و آقای مالکی اینک در برابر ارباب قدیمی خود ایستاده است و میگوید ما اجازه مداخله حکومت‌های دیگر را در امور داخلی عراق نمی‌دهیم. بنابراین میتوانیم فکر کنیم، میتوانیم اندیشه کنیم. در جهان سیاست هیچ چیزی قطعیت ندارد تا وقتی که به مرحله اجرا و عمل درآید و ما بتوانیم رؤیت کنیم، ببینیم، از نزدیک لمس کنیم که دگرگونی پیش آمده است. اما به نظر می رسد که به دلیل افکار عمومی جهان، افکار عمومی جهان این مسئله حل می شود. اما موضوع مهمی که ما باید توجه داشته باشیم، اگر فکر کنیم که فردا حکومت اسلامی سقوط کرد، چه گروهی و چه نیروی جانشین می شود؟ همون چیزی که در سال 57 اندیشه نمی کردیم در بارش. آقای دکتر کنت کاتسی که مشاور کنگره آمریکاست در بررسی های سیاسی، ایشان یه بررسی کردن در مورد اپوزیسیون ایرانی. 11 گروه را در این اپوزیسیون قرار دادن. همه این 11 گروه از شاخه های همین خود حکومت اسلامی هستن، مثل گروه سبزا، مثل نمیدونم جهاد اسلامی، مثل چه چه چه. حواسمون جمع باشد از هیجان رفتن حکومت اسلامی در صورتی که این خبر خوش به وقوع بپیوندد، باز دوباره حواسمان پرت نشود، باز دوباره یک اتفاقی نیفتد که حکومت اسلامی برود، یک حکومت اسلامی دیگر با یک نقاب تازه اختیار مملکت ما را در دست بگیرد. آگاه باشیم و بیدار و هوشیار در مورد این اتفاقاتی که در گوشه و کنار جهان دارد روی می‌دهد. هوشیاری ماست که آینده ما را تأمین می کند، نمانند سال 57 که ما را به سیاهی و تباهی کشاند. تشکر می کنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.